حسن شریعت مداری، متولد 1326 شهر تبریز، مهندسی فیزیک دانشگاه صنعتی آرامر، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه تهران و فلسفه و علوم انسانی از حوزه علمی قم، از بنیانگذاران حزب خلق مسلمان، جمهوری خواهان ملی ایران، سازمان اتحاد جمهوری خواهان و از بنیانگذاران اصلی شورای مدیریت گذار. ما نیز صدای رسای این ملت هستیم. نه من، نه آقای شریعت مداری، نه هیچ کدوم از افراد شورای مدیریت گذار در قانون توانایی عفو کسی نداریم. چه رسا سابقه حکومت جمهوری اسلامی و حداقل 20 سال تلاش برای اصلاحات ثابت کرد که ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما اجازه هیچ نوع اصلاح بنیادین رو نمیده و این نیرو می آید تا برای مردم ایران آزادی، دموکراسی، رفاه و امنیت و آسایش رو وعده بده و به ارمغان بیاوره. کارگروه رسانه وظیفه عجیب غریبی داره در شورای گذار. آغاز کنشگری رسمی شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی را شاد باش بگویم. تقدیم میکنم به خانم ناهید بهمنی، یکی از اولین پیشمرگه های زن حزب زحمتکشان کمله که مدیر دبیر کارگروه رفع تبعیض ملی هستند. و رژیم های متوالی حاکم در ایران در 90 سال گذشته با نگاه و سیاستی آپارتایدی و تبعیض‌آمیز موقعیت پایین تری را از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ساکنان و اتباع ملیت‌ها و اقوام گوناگون در پهنه چند فرهنگی کشور ایران بخشیدند. بر صورت شورای گذار یک شعاری شعار یک شورای گذار شعار یک شورایی است که یک شورای خارج کشور نیست و چون پایه و اساس فعالیتش در حقیقت مقاومت مدنی مردم ایرانه که مسئول کارگروه مربوطش باز محسن سازگاراست. این که من این افتخار رو دارم از خانواده‌ای بیام که توش صادق شرفکندی بزرگ شده، افتخار بزرگی. من هم به سیاق بقیه دوستان در هیئت دبیران به عنوان دبیر کارگروه مقاومت مدنی تعیین شدم، ولی کار اصلیم هماهنگ کردن فعالیت فعالی نیست که کار اصلی رو اونها میکنه. امیدوارم فردا در پنل بیاین. منم چون وقتیره سعی میکنم که به اصطلاح اینو کوتاه بکنم با تشکر از همه شما. ببیشه این که به اتنیک‌های فرهنگی و زبانی فلات ایران زمین توجهی در خور و تاریخی نموده و با پیش کشیدن عدم تمرکز و تقسیم قدرت دولتی با احزاب و سازمان‌های سیاسی این بخش از میهن به یک توافق ملی، میهنی و سیاسی دست یافته است. روشن است که طبقه کارگر و همه موضوعگیران کشور به پیشواز چنین مواضع و سیاست ملی و دموکراتیکی خواهند رفت. چیزی که ما روش کار کردیم و من به عنوان مشاور تلاش میکنم که این رو ارائه بدم به مسئولان ارشد شورا این هست که ایران در آینده میخواد قانون اساسی داشته باشه. داریوش رو نگاه کنیم. داریوش بزرگترین پادشاه شاهنشاه تاریخ ایرانه. یعنی ما هیچ وقت ایران به عظمت دوره داریوش نرسید. ایشون تمام کتیبه‌هاش رو به سه زبان نوشته. من یه مقاله‌ای نوشتم در سایت همین گذار وجود داره. عزیزان نگاه کنید. همه به سه زبانه. چرا؟ این یه خرد تاریخی برای تقسیم کار بوده. هر نهاد اداری اصلی یه زبان داشته، اون یکی اون زبانشو نمیدونست، نمیتونست دخالت کنه. یعنی امروز مقدمات برایش یک آلترناتیو سکولار دموکرات و معالن یک دولت در تبعید رو شاهد هستیم.
ولی حرکتی است که به نظر من میتونه این امید رو به مردم بده، چون مردم ایران ناامیدم هستند بعد از 40 سال، این امید رو بده که یک آینده متفاوتی وجود داره. درود، من نازنین افشینجان، فعال حقوق بشر، دوست داشتم همراه و در کنار شما بودم. Every day like you I receive infuriating news. بنده ایمان دارم که ما این شورای مدیریت گذار مترقی ترین اپوزیسیون روی کره زمین خواهد بود، نه فقط مترقی ترین اپوزیسیون در گروه های ایرانی. اقتصاد ایران ارتباطی با محیط زیست دارد یا ندارد؟ تا به حال میدونیم که نداشته، به خاطر تخریب کرده. سخنران آخر آقای طبری، اجازه بدین من میکروفون. اگه راجع به آب صحبت کنی شمر اینجا نشسته، مواظب باش. این دوگانه سازی ها رو کنار بذاریم، نسل قدیم، نسل جدید، زندانیا، بیرون زندان، داخل کشور، خارج کشور، یک ارتباط ارگانیک، همراه، همسو، دینامیک لازمه تا بشه پیروزی. با تشکر و سپاس، من فقط چند تا نکته کوچک خواستم بگم. همیشه تو جلسات ما عدم حضور بانوان یک مسئله است. ما تو این سالهای 40 ساله نه بانوان اونطور مشارکت داشتن در فعالیت هایی که داشتیم، نه حتی به عنوان بیننده در جلسات حاضر شد. دوباره میگویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، سیل عشق روان خیلی.